به مناسبت فرارسیدن روز جهانی شیعه، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایس باش بیانیه ای صادر کرد. به گزارش شیعه ویوز در این بیانیه آمده است، این روز روزی نمادین برای توجه و مبارزه با ظلم و نابرابری علیه مسلمانان شیعه به عنوان یک گروه اقلیت است. این بیانیه ادامه داد، مسلمانان شیعه به دلیل اعتقاداتشان نه تنها توسط گروه های تروریستی بلکه توسط دولت هایی که سیاست های ضد شیعه را در داخل و خارج از مرزهای خود دنبال می کنند، تحت تبعیض، حبس و حتی اعدام قرار می گیرند. شیعه راست ادامه داد متاسفانه خشونت علیه مسلمانان شیعه تمایزی میان قربانیان خود از نظر سن، جنس، مکان، جایگاه اجتماعی و اقتصادی قائل نیست. و حتی در سال 2020 این قبیل خشونت ها منجر به قتل عام نوزادان شیعه در بیمارستانی در کابل پایتخت افغانستان شد این سازمان حقوق بشری با ارائه نمونه های از ترورهای رفتاری و خشونت های مذهبی علیه شیعیان به ظلم های حکومتی پرداخته و افزود در سال 2019 شیعه باش نزدیک به 3540 مورد حبس، لغو تابعیت، آسیب دیدگی، مرگ، حبس ابد، آدم ربایی، دستگیری و خسارت به املاک مسلمانان شیعه را گزارش کرده است. این تعداد فقط نوک کوه یخ است. زیرا در بسیاری از موارد نه تنها بسیاری از قربانیان این اقدامات ضد شیعی را گزارش نمی کنند بلکه هویت مذهبی خود را پنهان نگه می دارند. را اسباش در پایان بیانی آورده همه ما حق داریم بدون ترس از هدف قرار گرفتن هویت خود را بیان کنیم حق وجود بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، جنسیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی است و سال 2020 سال ایستادگی برادران و خواهران ماست این سازمان حقوق بشری از همه انسانهای آزادی خواسته تا در حمایت از حقوق فردی و برای دفاع از وجود خود اقدام نمایند لازم به ذکر است دوازده جویه به مناسبت جنایت هولناک اسپایکر روز جهانی شیعه نام گرفت هنگامی که سنی های تون روی داعش شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین را در سال 2014 میلادی اشغال کردند ابتدا دانشجویان شیعه را شناسایی نموده و تمامی آنها را با شلیک مستقیم به شهادت می‌رساندند. فعالان شیعه از این جنایت بشری با عنوان هولوکاست شینی زیاد می کنند